24مین روز شهریور ماه برابر با 15 سپتامبر سال 1340 خورشیدی برابر با 1961 میلادی، اعدام عدنان مندرس، نخست وزیر پیشین ترکیه که فارغ التحصیل رشته حقوق بود و از جوانی علاقه بسیاری به فعالیت‌های سیاسی داشت. وی از اعضای قدیمی حزب جمهوری خواه خلق ترکیه به شمار می آمد که به دلیل اختلافات درونی از آن خارج شد و پس از چندی حزب دموکرات ترکیه را تأسیس کرد و با پیروزی این حزب در انتخابات عمومی ترکیه به نخست وزیری رسید. مندرس به همراه نوری سعید نخست وزیر عراق از ایجاد کنندگان اصلی پیمان سنتو برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم بودند. مندرس در دوره سوم نخست وزیریش با بی‌توجهی به تظاهرات دانشجویانی که خواهان اصلاحات سیاسی بودند سبب شد تا زمینه برای کودتای ضد دولتی جمال گورسل آماده شود. جمال گورسل هم پس از کودتا سران مملکت را به محاکمه کشید و مندرس را در دادگاه به جرم سوء استفاده از اختیارات، زیر پا گذاشتن قانون اساسی، قتل دانشجویان و ارتباط نامشروع به اعدام محکوم نمود. سال 1366 خورشیدی برابر با 1987 میلادی، درگذشت استاد حبیب الله نجومی، ستاره شناس معاصر و ناشر سال نمای ایران که در شیراز و در خانواده‌ای به دنیا آمد که از طرف پدر بیشتر از مشاهیر علم هیئت و نجوم بودند و تقریباً طی سه نسل به استخراج و چاپ تقویم همت گماشتند. حبیب الله نجومی خود از 9 سالگی رموز نجوم را از پدر آموخت و در 18 سالگی به استخراج و محاسبه تقویم پرداخت. پس از درگذشت پدر، نجومی این کار را به تنهایی پی گرفت و پس از چندی نخستین تقویم خود را منتشر ساخت. وی سرانجام در سن 72 سالگی دار فانی را وداع گفت. سال 1378 خورشیدی برابر با 1999 میلادی، درگذشت عبدالحسین زرین‌کوب، پژوهشگر برجسته ادبیات و تاریخ که در بروجرد به دنیا آمد و پس از پشت سر گذاشتن تحصیلات ابتدایی و دبیرستان به خدمت معارف و فرهنگ درآمد و با کسب عنوان رتبه اول موفق به دریافت لیسانس و سپس فوق لیسانس و دکترا گردید. وی در این دوران مدت‌ها نزد افراد برجسته‌ای چون محمد تقی بهار، عباس اقبال آشتیانی، احمد بهمنیار، بدیع‌الزمان فروزانفر و عبدالحسن شعرانی به یادگیری ادبیات و مباحث حکمت و فلسفه مشغول بود و پس از آن در کنار عده‌ای از دانشمندان و استادان برای مشارکت در طرح ترجمه مقالات دایرة المعارف بزرگ اسلامی دعوت شد و همکاری شایانی نمود. وی سالیان متمادی در دانشگاه تهران تدریس نمود و مدتی مدیریت گروه ادبیات فارسی این دانشگاه را بر عهده داشت. زمینه اصلی پژوهش‌های عبدالحسین زرین‌کوب مطالعه در تاریخ و فرهنگ اسلامی و نقد ادبی است. ایشان با تبحر در زبان فارسی و تسلط بر زبان و ادبیات عرب و آشنایی با چند زبان اروپایی و مشخصاً انگلیسی و فرانسوی، آثار پرارزشی از خود به یادگار گذاشت که تألیف فلسفه شعر، نقد ادبی در دو جلد، شعر بی دروغ، از کوچه رندان و نیز ترجمه ادبیات فرانسه در قرون وسطا، متافیزیک و فن شعر از آن جمله‌اند.